بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها بعدد ما احاط به علمک. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان و به نام حضرت دوست که هرچه هست از اوست، برنامه روز حسین رو آغاز میکنیم. جان عالم به فدای آقا و مولامون حضرت علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحیت و ثنا که تکلیف ما رو در گریستن بر جد غریبشان روشن و واضح بیان فرمودند. وقتی امام رضا می‌فرماید که روز حسین پلک چشم ما رو زخ کرد، تکلیف برای من و امثال من مشخصه که ما چگونه و تا چه حد می‌توانیم در عرض ارادت و تعظیم شعائر حسینی جلو برویم. امام معصوم که قائل به صبر و قائل به مشیت خداوند متعال در روزه و مصیبت جد بزرگوارش امام حسین علیه السلام اینقدر گریه میکنه که پلک چشمش زخم میشه، محاسنش خیس میشه، یا وجود نازنین حضرت حجت میفرماید خون برای تو گریه میکنم تا جایی که به مرگ بیفتم. دیگه هیچ جای شبهه و سوالی برای ما باقی نمیمونه که آقا ما تا چه حد میتونیم برای امام حسین گریه کنیم؟ آیا 4 تا خراش رو صورتمون میفته جای شک داره؟ و الی آخر از این دست سوال ها و مطالب. مبنای برنامه هم بارها در این چند روزه عرض کردیم به عنوان روز حسین، به همون کلام آقا جانمون علی ابن موسی رضاست. امیدوارم که تا این لحظه تونسته باشیم یک ذره از غم دل امام زمان رو به خودمون بخریم. کم که نمیتوانیم بکنیم، ولی امیدوارم که توانسته باشیم یک قدری غمشون رو به دلمون بخریم و باهاشون در این مصیبت عظما که خداوند میفرماید مصیبت عظماست همراهی و همیاری کرده باشیم. و اما در ابتدای برنامه روز حسین امروزمون در خدمت صدیق مکرمم شاعر محترم جناب آقای محمد ملک محمدی هستیم. محضرشون سلام و عرض اراده دارم. سلام علیکم، خیلی خوش آمدین. قبول باشه عزاداری هاتون از شما هم همچنین از همه محبین، از همه دوستان اهل بیت. خیلی ممنونم که دعوت کردین. محترم عزاداری ها این ایامشون انشالله قبول باشه و مورد نظر لطف و مرحمت حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیها هممون قرار بگیریم انشاءالله. خیلی ممنونم دعوت ما رو پذیرفتین و الان در خدمت شما هستیم. من مقدمم رو چیدم و دیگه بیش از این بی‌ادبی در برابر شما. خواهش میکنم، استفاده میکنم. سلامت باشید. شما هستیم، استفاده میکنم. سلامت باشید. امروز صبح حالا وقتی با خبر شدم که فرمودید خدمت شما شرف داشتین و این توفیق از طرف حضرت آقا ابوالفضل علیه السلام شامل حال حقیر شد، وقت تو گفتیم مناسب اول عرایض یه اشعاری رو آماده کنیم در مورد حضرت آقا صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، که عقیده قلبیمون بر اینه هر جا خیمه آقا ابوالفضل علیه السلام باشه، هر جا ذکر نام و مصائب آقا قمر بنی هاشم علیه السلام باشه، حضرت صاحب الزمان نظر دارن اونجا. اشعاری رو اگر اجازه بفرمایید. بسم الله. سلام علیکم. چون تازه میگم صبح بعد از نماز صبح بودین آرد نوشتم. خیلی هم خوبه، تر و تازه. حضرت صاحب الزمان عرض کنیم خدمت شما و همه بینندگانی که در منزل تشریف دارن. مشتاقانه میشه نه. سلام سلام وارث غمهای روز عاشورا، سلام وارث غمهای روز عاشورا، سلام گریه کنه صبح و شام آن غمها، دائما در عزا و گریه حضرت صاحب یا صاحب کسانی که ایراد میگیرند بر گریه کنان ما. سلام وارث غمهای روز عاشورا، سلام گریه کنه صبح و شام آن غمها، به صورتی که شود به صورتی که شود خون ز چشم تو جاری، چنان گریه‌ای که خون جاری کنه نه یه گریه عادی،
به صورتی که شود خون ز چشم تو جاری، تویی که می کنی از دیدگان خود ادما، تویی که می کنی از دیدگان خود ادما. برای تو، برای که تو چنین گریه می کنی آقا جان، برای که تو چنین گریه می کنی گفتی، برای که تو چنین گریه می کنی گفتی، به یاد ام مصائب، به زینب کبرا سلام الله، سلام الله علیه. امان ز کوفه و شام، امان ز کوفه و شام و از آن چهل منزل، هر منزلش یک کربلا بود. امان ز کوفه و شام و از آن چهل منزل، چه آمده به سر امه های من آنجا، چه آمده به سر امه های ما آنجا. شهادت شهدا، شهادت شهدا جای خود، امان از شام، امان از شام. از حضرت زین العابدین علیه السلام که این ایام سوال کردن آجا شما چرا اینقدر دارید گریه میکنید، شما که شهادت با خانواده شما عجینه، پدر شما، عموی شما، جد به شما، همه به شهادت رسیدن، این همه گریه دارید شما میکنید، 20-40 سال دارید گریه میکنید، خودتونو دارید میکشید از این غم، شهادت عجینه با خانواده شما، شما دیگه چرا اینقدر گریه و بیتابی؟ حضرت فرمودن که آیا تا به حال چشمت دیده، آیا گوشی سم، آیا گوش تالا شنیده، آیا چشم تالا دیده، اصلا تو خانواده ای ما تالا بوده که ناموسی از ما رو به اسارت ببرن و حد که حرمت کنن؟ آیا از خانواده ای ما تالا بوده چنین اسارتی به خانوم ها و زن ها و نوامیس ما بشه؟ کربلا درسته شهادت بود، کشته شدن به تیغ بود، اما امان از شاه، امان از شاه، شهادت شهدا جای خود، شهادت شهدا جای خود، امان از شام، امان از شام. چه گویمت ز اسیری دختر زهرا، چه گویمت ز اسیری دختر زهرا، امان ز درد اسارت، امان ز درد اسارت، تو وای از این ماتم، کسی ندیده به عالم، کسی ندیده به عالم چو این جسارت ها، شبیهش هم در عالم نبوده. آره والله، حق باید داد به حضرت زین العابدین، حق باید داد به حضرت صاحب الزمان که این همه گریه مداوم، این همه خون ریختن از دیدگان، کسی ندیده به عالم چو این جسارت ها، ندیده و نشنیده کسی ز آل الله، ندیده و نشنیده کسی ز آل الله، رود زنی و اسارت میانه اعدا. از خانواده ما میگه چندین سال با امیرالمومنین همسایه بود، نمیدونست دختر دارن اینا، سایه خواهر من را زن همسایه ندید. رود زنی به اسارت، رود زنی به اسارت میانه اعدا، نداشتیم تا قبل از این. دعا برای ظهورش کنیم یا الله، دعا برای ظهورش کنیم یا الله، به حق حضرت زینب، به حق عاشورا، رسان تو منتقم خون شاه مظلومان، رسان تو منتقم خون شاه مظلومان، برای مرهم غمهای حضرت زهر. به به به، سلام الله علیه. خیلی ممنون و متشکر. باز هدیه دیگری اگر برای بیننده‌هامون دارید، باز میتونیم در خدمتتون باشیم. یه ترکیبی رو آماده کردم با کمک یکی از حالا اساتیدی که از دوستانمون هستن، واقعا حق به گردنمون دارن، حالا ذکری کنیم، نامش آقای وفایی، آقای علی رضا وفایی. بسیار. یه اشعاری رو با هم دیگه ترکیب بندی رو آماده کردیم، بی مناسبت نیست برای این ایام. بسیار هم عالی، محضر شما هستیم. یا ابا عبدالله صلی الله علیک، یا مظلوم، یا سیدی، یا سید الشهدا،
ای آن که جان عالم و آدم فدای توست، حسین جان. ای آن که جان عالم و آدم فدای توست، ای قبلگاه کل جهان کربلای توست، ای قبلگاه کل جهان کربلای توست. آن که عزا گرفته برایت خدای توست، آن که عزا گرفته برایت خدای توست. عرش خدا حسینیه از برای توست. خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که خداوند در عرش خودش با خط نور یک کتیبه زده، عین حسینیه ها، یک کتیبه زده پروردگار در سمت راست عرش خودش، ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجاة. ما هر جا این کتیبه رو ببینیم میگه اونجا حسینیه است. عرش خدا حسینیه ابی عبدالله است به فرمانده خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم. عرش خدا حسینیه ای از برای توست. وقتی خدا و عرش خدا مبتلای توست، وقتی خدا و عرش خدا مبتلای توست، لعنت به آن که دشمن بزم عزای توست. لعنت به آن که دشمن بزم عزای توست. ما را برای ماه محرم نوشتن گوارای وجودشون، هر کس که تو این ایام محرم خیمه ابی عبدالله چراغ روشن کرد، مجلس گرفت، عزا گرفت، شیر مادرش حلالش. ما را برای ماه محرم نوشتن، ما را برای روزه و ماتم نوشتن. میگه میشه محب امام حسین باشه و محرم برسه و کاری نکنه، روزه نگیره، عزا نره؟ محاله همچین چیزی؟ در ازل برای ما اینو نوشتن. ما را برای ماه محرم نوشتن، ما را برای روزه و ماتم نوشتن، ما را به زیر بیرق و پرچم نوشتن. آقا جان، دیدم که در جهان همه شور و نوای توست. دیدم، نه فقط اینجا، همه دنیا. دیدم که در جهان همه شور و نوای توست، لعنت به آن که دشمن بزم عزای توست. حسین جان، لعنت به آن که دشمن بزم عزای توست. دینم حسین، مذهب و آیین من حسین. دینم حسین، مذهب و آیین من حسین. کعبه حسین، قبله من، دین من حسین. روزه، نماز، آه من، آمین من حسین. جانم یا حسین. روزه، نماز، آه من، آمین من حسین. در وقت مرگ نغمه تلقین من حسین. حسین روحشون شاد، همه پیر غلاما، همه نوکرا، همه اون امام حسینی ها قبل محرم، رفیقامون که از دنیا رفتن، پا تابوتشون ذکر حسین حسین گرفتیم، بالا قبرشون موقع تلقینشون دم حسین حسین گرفتیم. این یه سنتی باره نوکرای ابی عبدالله. در وقت مرگ نغمه تلقین من حسین، حتی به قبر هم، حتی به قبر هم به سر من هوای توست، لعنت به آن که دشمن بزم عزای توست. حسین جان، لعنت به آن که دشمن بزم عزای توست. دین را به دست اهل ضلالت نمی دهی. از همین جا عرض میکنم، دین را به دست اهل ضلالت نمی دهی. ما با سکوت خیش رضایت نمی دهی. سکوت کنم خیانت کردم به ابی عبدالله، خیانت کردم به بچه های ما حسین. دین را به دست اهل ضلالت نمی دهیم، ما با سکوت خیش رضایت نمی دهیم. بر بی شعور اذن اهانت نمی دهیم، بر بی شعور اذن اهانت نمی دهیم.
سر می دهیم و پرز علامت نمی دهیم. از علم ابوالفضل پر نمی دهیم. سر می دهیم و پرز علامت نمی دهیم. جانم فدای علم با صفای توست، لعنت به آن که دشمن بزم عزای توست. جانم فدای علم با صفای توست. اینقدر از این علم ها شفا گرفتن، اینقدر حاجت گرفتن. قصه امیز و دیروز و 50 سال و 100 سال نیستش که. سر می دهیم و پرز علامت نمی دهیم. جانم فدای علم با صفای توست، لعنت به آن که دشمن بزم عزای توست. دین را عزای توست که قلب تپنده است. ابی عبدالله، این فریاد همه تاریخه. دین را عزای توست که قلب تپنده است. قرآن بی حسین بلایی کشنده است. قرآن بی حسین بلایی کشنده است. خانمان سوزه، خیمه های ابی عبدالله رو سوزوندن. میگه قاری قرآن نبود توشون، میگه اهل قرآن نبود توشون، اما قرآن بی حسین بلایی کشنده است. بابای بنده های خدایی ابا عبدالله جهانه. بابای بنده های خدایی که بنده است، خودش بنده است، از این فراتر نمیدیم. بابای بنده های خدایی که بنده است با لطف اربعین تو اسلام زنده است. چی رو میخوای رو ما ببندی؟ با لطف اربعین تو حسین جان، با لطف اربعین تو اسلام زنده. میگه عاشورا بسته شد، میگه توحیدش تعطیل شد، میگه میشه ببند، میگه تعطیلی داره اینا، میگه اسم، میگه خدا. ان القتل الحسین فی قلوب المؤمنین حرارتو لا تبرد ابدا. میگه تعطیل میشه، اسلامه حسین جان. با لطف اربعین تو اسلام زنده است. به طلب یا ابی عبدالله، اربعین کنار قبت باشی. دلتنگم و گرفته دل من برای تو، دلتنگم و گرفته دل من برای تو، لعنت به آن که دشمن بزم عزای توست. باید برای بزم عزای تو جان دهیم. ابی عبدالله مریض شدی، اینطوری شد، هر چیز. باید برای بزم عزای تو جان دهی. بر دوش من علم بکشیم و تکان دهیم. بر هر که دشمن است مبادا امان دهیم. ما تیغ تیز صبح دهم را نشان دهیم. نشان دهیم. جانم فدای تو و روزه های توست، لعنت به آن که دشمن بسم عزای توست. عوض میخوام. احسن تو طیب الله، صدام بالا رفت، من استفاده کردیم، خواهش میکنم، ببخشید. لطف از داشتیم، از دلمون بود، الحمدلله. انشاءالله که بتوانیم در این مسیر انتقال دهنده معارف حقه اهل بیت باشیم و اون چی که اهل بیت بر اون نظر دارن. حالا بعضی ها مجبورن بر طبل بیسوادی خودشون بکوبن، ولی ما هم از این طرف قرار است که مدافع حریم اهل بیت باشیم و اعتقادات رو پاسبانی بکنیم. انشاءالله که خدا به شما، به قلمتون و به شعرتون برکت دو سر چند و دوستانتون روز افزون باشه. بزرگوارید، خیلی ممنون، متشکرم. یک فاصله تقدیم شما میکنیم و مهمان عزیزمون رو به برنامه دعوت میکنیم. صلوات و درود خدا بر تمام گریه کنان آقا ابو عبدالله حسین علیه السلام. به نص این روایت که فرمود الا و صلی الله علی الباکین علی الحسین.
آمد خدمت امام صادق صلوات الله علیه و عرضه داشت که آجان میخوام برای شما شعر بخونم. حضرت خیلی تحویل نگرفتند. عرضه داشت که یبن رسول الله مرسیه ای رو در رسای جد غریبتون ابا عبدالله الحسین علیه السلام گفتم. حضرت تمام کارهایی که دستشون رو تعبیر ما رها کردن فرمودن حالا برای ما بخون. شروع کرد به خواندن. چند خطی رو خوان، حضرت گریستن، فرمودن باز ادامه بده. دوباره خوان، حضرت دستور دادن باز دوباره بخوان. روال بر این بوده محبت اهل بیت رو این گونه به جدشون به ما برسانن تا ما هم انشاءالله بتونیم عرض ارادت بکنیم. بعد از شنیدن اشعار در این بخش مهمان بسیار گرانقدری داریم، حضرت آقا جناب آقای بخشیان، حاج رضای بخشیان، که امروز بزم ما رو رنگین کردن با حضورشون و اجازه بدین به منظرشون سلام و عرض ارادتتشون. سلام علیکم تولا. سلام علیکم. خیلی خوش آمدین و ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید. سلامت باشین انشالله. سلام و عرض ادب دارم خدمت حضرت عالی سید بزرگوار کوچک شما زهرا و همه بینندگانی که این شبکه بسیار با صفا و روحانی و معنوی شما رو دارن ملاحظه میکنن و ما هم توفیق داشتیم امروز با عنایات اهل بیت کنار این سفره ریز خالی کنیم و بشینیم و ادب بکنیم. انشاءالله که همیشه سر سفره اهل بیت هستید و مستدام باشید. نفستون، قلمتون، قدمتون و حضورتون مؤثر در فرج امام زمان اجل الله تعالی فرجه. متشکرم. آقا امسال محرم چجور بود؟ عزاداری ها خیلی مجالس محافل نورانی و به برکت اهل بیت علیهم السلام خیلی مجالس خاص بود، یعنی افرادی که شرکت میکردن در مجالس محافل حالا با این پروتکل های بهداشتی که واقعا رعایت میکردن و خیلی زیبا در مجالس حضور پیدا میکردن، حال مجلس و اون معنویت مجلس رنگ و بوی دیگری رنگ و بوی دیگه داشت و یه حالت غریبانه خالص. آره. دوستان خیلی حالت ناله و گریه و عشقی که بر مظلومیت سید و شهدا میریختن یه حال هوای عجیب و با صفایی به مجلس داده بود. الحمدلله. به تعبیر یکی از دوستان میگفت ما تازه امسال عزاداری کردیم، به جهت اینکه آدم عزادار منتظر نیست ببینه کجا مجلسش خوبه یا بده، مداحش کیه، چجوری میخونه، حالا سیستمش چیه. عزاداره دیگه، کف خیابونم که باشه میزنه تو سرش، مثلا به تعبیر این دوستمون پدرم مرده دیگه. امسال یک همچین حال و هوایی داشت مجالس، اونا میومدن که گریه کنن. واقعا همینطوره، عجیب بود. یعنی کافی بود جلوشون، جدی اینو عرض میکنم، یک حسین بکشی. فقط کافی بود بگی صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک. اون روایت امام صادق علیه السلام به فعلیت میرسید. دقیقاً که فرمودن که میخوای بدونی دوستان ما چجوری ظرفشون رو در خانه ما گره زدن، کافیه سه مرتبه نام جد من رو جلوی اونها ببری. اگه دیدید حالشون عوض میشه بدون خوب در خانه ما خدا رو شد برن قدم. و واقعا یعنی همیشه همه ساله همینطوری بوده، هر سال پرفروختر میشه. بله چرا ایراک ایزد برفروخت. بله به این صورت بود. الحمدلله خدا رو سعزامات خیلی. آقا جان ما هر روز محضر اساتید مختلف هستیم و امروز محضر شما کوچیک شما هستیم. قرار دلمون رو به نسیم کلام شما بسپاریم و انشاءالله بره اون جاهایی که امام زمان هم باش عشق باره. البته این لفظی که به کار بردید به من نمیخوره، بزرگم کوچکترین ذره هم نیستم در خانه اهل بیت علیهم السلام. لطف دارین شما. فقط لطف سید و شهدات و ممنونم از وجود نازنین و با برکت امام زمان که روزی من دعوت شدم تو این مجلس که باید نام قمر منیر بنی هاشم الحمدلله ابوالفضل عباس علیه السلام رو ببرم. و خب داریم که هر کجا نام این بزرگوار برده بشه خدا آقا فرمودن من در اون مجلس شرکت خواهم کرد. بله خدا رو شکر. من یادم میاد تازه حکومت عراق عوض شده بود و دوستان اهل بیت از عراق می اومدن به پابوس حرم آقا علی ابن موسی رضا. من یه جمله رو الان یادم اومد خدمتتون عرض کنم. بزرگوار یکی از زواران، یکی از خدام حرم آقا موسی بن جعفر اومده بودن حرم حضرت عبدالعظیم که به زیارت و بعدم از اونجا مشرف شد حرم امام رضا. خب تازگی داشت، یعنی رفتن هر دو طرف. بله بله خیلی
من میگم سال 73 مشرف شدم، سال 73 74 یک ماه ما سوریه موندیم تا بتونید جواز بر خیلی مفصل بود داره قصهش بماند. این شخص بزرگوار که اومده بود دوستان دورشون رو گرفته بودن، دو سه تا رفقای بنی فاطمه تهران ما، هیئت بنی فاطمه، ایشون نقل میکرد که من از ایشون سوال کردم که چند سال شما خادم حرم موسی بن جعفر هستید؟ ایشون میگه ما آبا اجدادی اونجا هستیم، به این خدمت توفیق داشتیم. بعد ایشون گفت سوال کردم که معجزه ای، مکاشفه ای، چیزی ندیدی از این آقا؟ ایشون فرمودن که من خیلی چیزا دیدم، بعد یه دونه‌اش برای ما تعریف کن خیلی ساده و اینها. ایشون میگفتش که یه مسئولی بود در حکومت صدام، ایشون میومد بعضی شبها حرم موسی بن جعفر، شروع میکرد بی احترامی کردن، حالا با اون حالت خودش رو با بادیگارداش میومد، حالا نمیدونم چی کاره بود، گفت ما خیلی درمون میسوخت و جرأت این که بخوایم جلوش رو مرد رو بگیریم نداشتیم. هر شب هم التماس میکردیم به آقا موسی بن جعفر، آقا شما جوابی. گویه شب اومد شروع کرد بی احترامی کردن، نمیدونم که چی گفت که انهو یه دستی تو زری اومد بیرون، آنچنان خود عقب عقب اومد و تو همون صحن به درک واصل شد. گفت شروع کرد بدنش لرزیدن و همونجا گفت من نگاه کردم به حرم آقا، گفتم آقا شما که این کار ازت بره زودتر جواب ندادی، این پدر ما رو در آورد، اینقدر بی احترامی میکرد. گفت شب در عالم رویا آقا موسی بن جعفر رو به خواب دیدم، همین سوال از ایشون کردم دو مرتبه که آقا شما چرا زودتر جواب ندادید. گو آقا فرمودن که من کاظم الغیظم و صبر میکردم، ولی امشب یه مهمونی داشتم که ایشون نتونست طاقت بیاره و اون عموی من عباس بود، جانم ابوالفضل. گو این مرد اومد بی احترامی کنه به عمم زینب، آقا قمر بنی هاشم طاقت نیاورد، این دست دست قمر بنی هاشم بود. که خلاصه حرم حضرت عبدالعظیم رو با این قصهش ریخ به هم و ما اونجا گریه کردیم، گفتیم که خب آقا قمر بنی هاشم پس کربلا چی به سرش آمد؟ نمیدونم من چقدر وقت دارم، من الان هی همینطوری به ذهنم میاد یکی از علمای تهران، ایشون میفرمودن که از کربلا اومده و من رفتم دیدن ایشون. ما همه وقتامون آقا برای امام حسین، سلامت باشین، باز باز آقا. نه نه خدا میدونه همینطوری به ذهنم داره میاد، خدا رحمت کنه. یه واعظی داشتیم در تهران، آقای فاضل کاشانی رحمت الله علیه، ایشون در وادی السلام نجف هم در هستن. من رفتم یادت ایشون، بعد ایشون میفرمودن، میگو رفتم حرم حضرت عباس و آقا رو کردم، گفتم آقا خیلی مرزی همینطوری، گفتم مسئله شما به امام حسین مثل مسئله امیرالمؤمنین به پیغمبر، چگونه امیرالمؤمنین تا دوشا دوش پیغمبر رو هوای کار او رو داشت، سایه پیغمبر ندارد، هیچ میدانیز چیز آفتابی چون علی در سایه پیغمبر است. گو کسی جرئت نمیکرد به پیغمبر بگه بالا چشمت. گو همینطوری لوری با آقا اینطوری حرف زدن، گفتم مسئله شما به امام حسین همینطوریه، تا شما بودی یک نفر جرئت نداشت به خیمه های امام حسین، تا تو بودی خیمه ها نگاه کنه. بله اینو گفت و بعد گفت همینو گفتم و رفتم عقب عقب حرم امام حسین رو زیارت کردم، اومدم در عالم خواب دیدم از دنیا رفتم. گو خواب دیدم از دنیا رفتم، حالا به تعبیرشون خیلی مفصل بود، من مختصر میکنم. گفت سنگ لحدو که چیدن ملائکه اومدن، اون با لحن کاشونیش میگفتش که من ربک، به من میگفت آقا رضا میتونستم جواب بدم، دهنم باز نمیشون، تمام بدنم میلرزید. دوباره گفتن من نه دینوک، من نه بیوک، من کتابوک، هی من میخواستم جواب بدم، میتونستم اما دهن باز نمیشد. گفت تا رسیدن به من امامک، گفت تا گفت من امامک همه وجودم رو جمع کردم تو دهانم، دهانم رو باز کردم، گفتم من حسین دارم. گفت تا گفتم من حسین دارم یه وقت دیدم قبرم روشن شد، یه صدای پا میاد، گفت ملائکه خودشون جمع کردن، گفتم مثل این که این بدن صاحب داره، آقا سید و شهدا داره میاد. بعد که این حرف رو میده گفتم آجا میخوای من شعرشو براتون بخونم؟ گفت شعر؟ گفتم بله اجازه هست من بخونم. همین تو دکلمه سری براش خوندم. خواب دیدم خواب این که مردم، خواب دیدم خسته و افسردم، بالش زیر سرم از سنگ بود، وای قبرم سوت و کور و تنگ بود، هر ناگهان از راه آمد دو ملک، تیره شد در پیش چشمانم فلک،
آن یکی گفتا بگو نام تو چیست، دیگری گفتا بگو رب تو کیست. ای گناهکار سیه دل بسته پر، نام اربابان خود یک یک ببر. ناگهان الطاف حق آغاز شد، از جنان درهای رحمت باز شد. مردی آمد از تبار آسمان، نور پیشانیش فوق کهکشان. بر سرش دستمال سبزی بسته بود، بر دلم مهرش عجب بنشسته بود. و از جمال آن نگار مهجمین و از جلال خالق عشق آفرین، دو ملک سر را به زیر انداختند، بال خود را فرش راهش ساختند. غرق حیرت داشتند این زمزمه آمده اینجا حسین فاطمه صاحب روز قیامت. چه گریه ای کردیم با هم. خدا رحمت کنه، آقا رحمت الله نجفی هم بود، از مداحان عالی قدر اهل بیت بود، پیشکسوتان و پیرغلامان. ایشون هم بود سه نفری. صاحب روز قیامت آمده، گویا بهر شفاعت آمده. پیش من آمد، مرا شرمنده کرد، مهربانانه به رویم خنده کرد. گفت آزادش کنید این بنده را، خانه آبادش کنید این بنده را. اینکه اینجا این چنین تنها شده، کام او با تربت من وا شده. گریه کرده چون برای مادرم، گریه کرده چون برای خواهرم، گریه کرده چون برای اکبرم. دونه دونه با خود او را نزد زهرا میبرم. در قیامت عطر و بویش میدهم، پیش مردم آبرو یش میدهم. آری آری هر که پابست من است، نامه اعمال او دست من است. این همه لطف اهل بیت علیهم السلام. و یقین داریم و ایمان ما و باور ما اینه که این رفت آمدها، این زحمتها، این بدو بدوها، این دنبال پرچم ها دویدن، این گریه کردنها، از این جلسه به اون جلسه رفتنها، بالاخره اگه اینجا دست ما رو نگیره اونجا، یقینا دست ما رو گرفتن که بله. رامون دادن. اگه نگرفته بودن که اصلا اجازه نداشتیم بخوایم دم بزنیم، قدمی برداریم. ولی نتیجه شب اول قبر که بهمون یاد دادن، و باورمون اینه که انشالله حضرت زهرا میاد، گینا گریه کنه حسین منن، حساب کتابشون هم با من انشالله. گفت به تعبیر ببخشید دیگه، خواهش میکنم استفاده میکنیم که پیش اومد این قصه رو. بله الحمدلله از این ناخواسته ها چیزای خوب دست آدم رو سلامت میگیره. سلامت باشید انشالله. انشالله گفت مثل اون آقایی که میری چیزی رو حساب کنی، یکی داد میزن آقا حساب شده، من حساب کردم. باور امام کنی حسین روز محشر انشالله حساب. آخه قمر بنی هاشم مربوط به ما شیعیان فقط نیست، ارمنیا و آسوریا میان در خونه این آقا. ما یه هیئتی داریم تهران، میدون هفته تیر، اگه ملاحظه کرده باشن دوستان، همین از اتوبان صدر مدرس که میایم پایین، دست راست نرسیده به میدون حسینیه به اسم سار الله. من اونجا میخوندم شب تاسوعا، شاید بگم یک سوم اون جمعیت آسوری بودم، میدن سینه میزدن. حالا میگم هی حرف تو حرف میاد، عذرخواهی میکنم. یه شب دو سه روز مونده بود به محرم، من دیدم ندارن سیاهی میزنن، گفتم بریم سر سلامتی و خسته نباشید بهشون بگم. مدیر اون هیئت اون آقای اقبالیه، تا دید من اومدم یه فرشی پهن کرد و زود نیم چایی و فلان و مثلا یه پذیرایی از ما بکنه مخلص. خدا میدونه به جدتون حضرت زهرا، یه وقتی دیدم این پرده رفت کنار، دو تا بچه دوقلو، شاید مثلا 4-5 سالشون بود، همین سن، دو تا ظرف خرما گرفتن دستشون آوردن دادن به این آقای اقبالی، گفتن با همون لحن بچگونه و شیرین خودشون، گفتن که اینا رو مادرمون داده نزد قمر بنی هاشمه. من دیدم این دوتا ظرف خرما رو گرفت، نشست شروع کرد گریه کردن. گفتم چته، چرا این چه حالی؟ گفت برای این دوتا ظرف بودن. خب مگه خرما که؟ گفت آخه نمیدونی اینجا چرا، این دوتا بچه آسوری هن، گفت خدا به اینا اولاد نمیداد، مادرشون هر سال نزد قمر بنی هاشم میشد، حالا که دوتا بچه دوقلو هم بشه، این بچه ها خرما رو برداشتن آوردن. خلاصه در این خونه فکر نکنم کسی بیاد و ناامید بخواد برگرده با دستای قدم شده قمر بنی هاشم علیه السلام. علیه السلام که مادر بزرگوارشون فرمودن عباسم حواستو جمع کن، من کنیز این خانواده هستم، تو هم غلام. خدای ادب و ملکی نظیر نداره، مشهوره که همه دارن میرن دنبال امام حسین، بعد یه وقت ندا رسید که ابوالفضل مادرت کارت داره برگرد. گفتش عمری که مادر من رو فدایی حسین خوانده، حالا که امام حسین داره میره از من خواسته برگردم، ولیکن امر مادر رو اجابت کرد. آی رفقا، بیننده های عزیز، کوچیکترا بزرگترا، ببخشید من رو، امر مادر. امام فرمودن که عباسم امر مادر، اگه میگه بمون. آقای من، مولای من، دست به دلم نگذار،
مادرم میگه عباس با حسین داری میری کربلا. حسین بر نکردی. و همین توصیه رو کرد که پسرم داری با حسین میری بی حسین بر نگردی. خدا این مادرهایی که این چنینی تربیت میکنند فرزندانشون رو، حسینی و علوی، اوناشون که سلامتند و در قید حیاتند، تندرست باشن و تنشون به ناز طبیبان نیاز مباد. اما اونهایی هم که از دنیا رفتن مثل مادر من، دوستانم خیلی هاشون، سر سفره قمر العشیر ابوالفضل عباس امروز مهمانشون بفرمان. آقا بسم الله، در خدمت شما هستیم. حالا که نام بیبی ام البنین برده شد، میخوام اجازه بگیرم که از در خانه بیبی بریم در خانه آقازادشون. بسم الله، خیلی هم عالی. منم سنگ صبور خانه اش آقا جا، که بودم خاندار خانه شدم در بزم مظلومان عشق سرود نغز جاویدان عشق اگرچه زن ولی مرد آفرینم کنیز فاطمه ام البنین پس از ویرانگری های مدینه که آتش شد سراپای مدینه پس از پرواز زهرای مدینه که تنها گشت مولای مدینه مرا هفت آسمان قدرم قضا داد که دستم را به دست مرتضی داد از آن ساعت که رفتم محضر او رسیدم تا خرامان در بر او بگیرم جای یاسه هر پر او به استقبالم آمد دختر او شهر آبم کرد زینب به من مادر خطابم کرد زینب از آن روزی که آن درگاه دیدم چارخ در بدون ماه دیدم علی را سر درون چاه دیدم هزاران قصه جانکاه دیدم به گرد جمعشان پروانه گشتم نبانو بل کنیزه خانه گشتم ارتباط نزدیک و تنگا تنگی بین بی بی ام البنین سلام و صدیقه اطهر سلام الله علیه ما و اگرچه زاده ام البنین ولی کن مادر زهراست عباس اینو برای این خوندم که به بی بی ام البنین عرضه بذارم خانم یکی از اون قصه ها یا قصه های جانکاهی که شما دیدی در خانه علی یه دونش امروز برای ما بازگو کن که بینندگان ما
عشق بریزم بر مظلومیت مولا. یقینا اینطوری باید بفرمایید: یارم را گرفتم گلم باغم بهارم را گرفتم میان کوچه ها با ضرب سیلی همه دار و ندارم را گرفتم به شمع جمعشان پروانه گشتم نه بانو بل کنیز خانه گشتم. حالا خداوند متعال میخواد مزد این بزرگوار و عنایت کنه که در خانه علی کنیزی بچه های عزت زهرا رو کرد. چه مزدی هم بهش داد. به 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 به. زمان بگذشت نخل من ثمر داد. به به. مرا هم چرخ گردون بال و پر داد. خدا پاداش بر من یک پسر داد. پسر نه بلکه یک قرص قمر داد. سراسر غرق در احساس گشتم که من هم صاحب عباس گشتم. چه عباسی که دل سرمست او بود، چه عباسی که دل پابست او بود، چه عباسی که هستم هست او بود. برایم قبله چشم مست او بود. گره بکشای کارم دست او بود. ز طفلی بود ماه عالمینم غلام حلقه بر گوش حسینم. بابا حسینم پیر و عباسم مریدم. به 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 به. حسینم عشق و عباسم عبیدم. جانم حسینم قبله عباسم شهیدش. برادر نه که می بودی امیرش، ز طفلی روح پاکش منجلی بود، همه هستش حسین ابن علی بود. آقا جانم از آن شامی که مظلومان رفتن همه گلهایم از گلخانه رفتن، کبوترهای من از لانه رفتن، به کف جان و پی جانان رفتن. این فرمایش شماست که الان فرمودید. چنین گفتم به گوش نور عینم: عباس مبادا بازگردی بی حسینم. همه رفتند و تنها مانده بودم، میان موج غمها مانده بودم، به ره گرم تماشا مانده بودم که شاید کاروان یاس آید، حسین و همراهش عباس آید. اما تا ندا داد: آی مردم مدینه بیای، کاروان کربلا برگشت. همه دویدن
یکی از آنها بی بی ام البنین بود. نقل می کنن فرزندان قمر بنی هاشم با مادر دارن میان به استقبال این قافله. بانگ جان سوز درا می آید، کاروان اسرا می آید. به من اجازه بدید روزه قمر بنی هاشم و امروز از زبان عمه سادات زینب کبرا بخوام. یا صاحب کاروانی ز مشاهیر حجاز رفته در شام و کنون آید باز. کاروانی که نه اکبر دارد نه ابوالفضل دلاور دارد، گرد آن قافله با عشق روان خلق گرد آمده از خیر و جوان. هر کسی نام یکی میگوید زان میان گم شده اش میجوید. زان طرف بیشتر از آن دیگران بود ام البنین نگران، دلش از آتش مهنت بر لب ذکر لب ساخت زینب زینب. خسته و مضطرب و بی آرام سرکشی می کند از جمله خیام، لیک بر خیمه زینب چو رسید ما تو حیرت زده شد نشناسی. تا گوشه محمل پرده رو کنار زد دیدی خانوم قد خمیده ای با میان خیمه نشسته داره گریه می مد. برگرده بی بی زینب غم زده با سوز و گداز میزند مادر خود را آواز. زینبم من به کجا رو آری، نشناسی تو مرا حق داری. برگشت دیر خانم میگه من زینبم، گفت نه زینب من که چنین دختر من که زمین گیر نبود. زینبی گر تو حسین تو کجاست، دو پسر نور دو عین تو کجاست. و مادر بشین برات بگم داغ عباس جوان پیرم کرد. و زینب اول از کربلای حسینم بگو، گو مرگ اکبر زمین گیرم کرد. گو حسینم رو بگو چه کردن، گو مادر طاقت داری بگم آب با قیمت جان میدادن، پاسخ ما به سنان میدادن. بی بی ام البنین عرض داشت خواه دخترم اول از حسینم بگو، نمیدونم جسارت کنم محضر امام زمان فقط یه مصرع بگم برای امام حسین. گفت مادر میخوای بدونی با حسینم چه کردن، هرچی دستشون بود به بدن عزیز زهرا زدن. یا ابا عبدالله یه دونشو فقط بگم، جمعیتی که بود به گودال جانش جمعیتی که بود به گودال جانشون. امام زمان اجازه دارم بگم آقا یک ضربه و دو ضربه دونه دونه مصیبت ها رو فرمودن. بعدم گم مادر عمود فرق عباس تا این حرف زد یه نگاه به زینب کرد. دخترم اون رشادت اون قد و قامت اون دلاوری اون ابهت و جنگاوری و صلابت اون چشمهایی که کسی جرأت نداشت روبروی او بایسته،
کی جرأت کرده عمود فرق عباسم بزنه؟ و مادر آروم باش، اول دوتا دستاشو از بدن جدا کردن، تیر به چشم عباسم زدن. وای از آن لحظه ای که بلوا شد، رفتی و در خیام دلقا شد. کودکی مشک آب را آورد، دست عمه بردا بالا شد، سایت بین نخلا گم شد، همه دیدن حسین تنها شد. تا رسیدی کنار نهر فرات، آی شعر این یه بیت، تا رسیدی کنار نهر فرات، القمه در مقابلت پا شد. جانب خیمه راه بسپردی، فکر و ذکرت لبان آقا شد. گفتی آبو میبرم خیمه، بچه های برادرم سیراب میشن، اما در کمینت 4000 نفر، تیرها در کمان مهیا شد، قد و بالات کار دست داد، 400 تیر در هر مله بر شکار چشم آمد، هدفش چشمهای زیبا شد. دست راستت از سن جدا کردم، دست چپ هم شکار اعدا شد. خدا جسارت دارم میکنم، نمیدونم اصلا ادامه بدم یا نه. نکتی تا سر تو بیرون زد، تا پرش بین دیده ها جا شد، خواستی تیر را برون بکشی، گردنت تا به زانویت تا شد، از سر تو کلاه خود افتاد، یک نفر با عمود پیدا شد. یا باز الله زد چنان ضربه ای به فرق سرت، سر تو تا به ابرویت باشو. وای از لحظه ای که بر زمین خوردی، ببینم برا سجدگاه تو خاک صحرا شد. بعد 30 سال یا اخا گفتی، آخ آخ آخ، عاقبت مادر تو زهرا شد. عاقبت مادر تو آسه، یعنی انتهای روزه خیلی جانگدازه، زهرا شد. گم با کلی جسارت دارم محضر آقای امام زمان این اشعار رو میخونم، فقط برای اینکه دوستان اهل بیت گریه کنن. یا الله یا الله، و آن طرفتر حسین زپا افتاد، ای وای همه دیدن حسین تنها شد. وای وای، گفت عباس، گفت عباس خیز و کاری کن. عباس خیز و کاری کن، نمیدونم اجازه دارم بخونم. یا الله، گفت عباس خیز و کاری کن، روی لشکر به خواهرم باش. سند ارث بردن از زهرا، با کف پا به چادر امضا شد. ای با ای با، پاسخ عین عمی العباس، سیلی چندی سر پاسخ عین عمی العباس،
سیلی چرم بی سر و پاشون آسمان ماهت شود گم چون که بی ما هم نمودی آسمان ماهت شود گم قامتم از غم خمیدی رشته عمرم دریدی السلام علیک یا عبدالصالح المطیع لله ولرسوله ولامیر المؤمنین والحسن والحسین علیهم السلام. احسنت طیب الله انفاسکم، خدا خیرتون بده. حال خودمون هم یه حال زیارتی شده در هم الحمدلله ان شاء الله راه بسته. من بلد نیستم به خدا تو این اینجاها، ما یه دو تا خط تو روضا تو حسینیا بخونیم. بزرگوارین شما، جایگاه ما اینجاها نیست، ولی اینم به حضرت زهرا بود، خدا رو سجده مرتب. خیلی هم ممنون داریم امروز بزم ما رو رنگ و بوی دیگه ای دادید. ان شاء الله که به برکت نام ام البنین. آقا عجیب، اهل عراق ارادت دارن خدمت این بی بی جان. نمیدونم چقدر دقت کردید تو این سفرها که تشریف بردید و مشرف شدید، خاصه در اربعین. همچین که میشینید تو ماشین، یکی از اهل عراق میگه که حمد و سوره ای بخونید، هدیه کنید به حضرت ام البنین برای تسهیل امور، برای آسون شدن کارها. الان یه لحظه به ذهنم اومد که هممون یک هدیه‌ای بدیم خدمت این بانو که واقعا نامش در تاروک تاریخ به ادب و خدای تربیت کننده برده میشه و میبینیم که مادر چهار شهیدی که پنج صورت قبل درست میکرد، چهار تا کنار هم و یکی تنها، بالا سر اون تنهایی که به نام امام حسین بود در بقیع می نشست، چنان گریه می کرد که دشمن مثل مروان حکم ملعون به گریه ام البنین گریه می کرد. بعد همه ذکرش هم فقط حسین بود. من دارم درس هم محضر شما پس می دم. می گفتن که ام البنین خودت داغ چهار عزیز دیدی، همش میگی حسین. فرمود بچه های من مادر دارند ولی حسین مادر نداره. امروز عشق هامون و گریه هامون و ثواب معنوی رو تقدیم کنیم به این مادر و بگیم بی بی جان، محرم تمام داره میشه، اربعینت نزدیکه، ما سفر برسیم و ما ویزا و کربلا نداشته باشیم مردیم. بی بی جان یه نفسی بزن، یه حرکتی کن، از آقازادت بخواه این راه بسته شده کربلا رو دوباره الهی آمین. الهی آمین. آقای موسوی، من وقتی امام حسین یه دست به مهار زرجنا یه دست به کمر اومد، زینب دوید جلو پای امام حسین. ای بمیرم بر. دید امام حسین، دید زینب داره گریه میکنه، بلند بلند اش میریزه، گفت خواهر چته؟ میدونم داغ عباس. گفت نه حسین، گریه من برای اینه که خوشحالم بالاخره عباس یه بار به تو برادر آخ آخ گفت آخ آخ. اما من این حسرت رو به دل بردم، یک بار نشد به من خواهر صدا بزنه. اینم ادبیه که الان فرمودید ام البنین به این آقازاده بله یاد داده بود که یک بار اینها رو به اسم خواهر یا برادر همیشه باید با ادب مولای من، بزرگ من، آقای من. میفرمود مادر شما کنیز این خانواده است، لذا مبادا به حسین برادر خطاب کنه، او مادرش فاطمه است و مادر تو ام البنینه. خدا را قسم میدیم به حق این بانوی گرانقدر، اولا فرج امام زمان ما رو برسان. الهی آمین. خدای ما رو قدان زحمات بزرگترامون بدار. الهی آمین. موانع ظهور حضرت برطرف کن. راه بسته شده کربلا رو بله حتما، راه بسته شده کربلا رو به حق بی بی جان ام البنین و قمر العشیره ابوالفضل عباس باز بفرما. همه بیماران سر سفره ابوالفضل عباس هستند، خدایا بر تن همشون لباس عافیت بپوشان. ممنونم، خیلی زحمت کشیدید، خدا خیرتون بده، نفستون گرم و مستدام، بزرگواری ناجان. خدا به شما بینندگان عزیز هم
عنایت 200 چندان کنه، حاجت روا بشید به نام ام البنین و قمر العشیر ابوالفضل عباس در این بیت العباس، ان شاء الله که اخبار خوب و حاجت ها گرفته شده تون رو به ما بدهید. در پناه حضرت حق باشید تا یک برنامه دیگه. یا علی مدد. آخر چک یا علی مدد.